بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که داشتنش جبران همه نداشته های من است. سلام میکنم به همه بچه های ناب سرزمین مقدسم ایران. امیدوارم که خوب باشید، کلاسینیای عزیز، مهمانانی که تو جلسه داریم. امیدوارم که یه روز خیلی خوب با هم دیگه داشته باشیم. من آرش نهاوندیان، کوچ و مربی آموزش و یادگیری، امروز اینجام با یه مبحث جذاب و فوق‌العاده تمرکز. قراره یه سری کلیات راجبش صحبت کنیم، میریم جزء میشه. امروز بازی داریم، با هم دیگه بازی میکنیم قطعاً، و جوابش رو باید به من بگید. میریم جلو، ویدیو کلیپ داریم که نشون میدیم و بحثای بسیار جذاب و فوق‌العاده‌ای که امروز قراره مطرح بشه با هم دیگه هستیم. سوالاتونو بپرسین حتما راجع به تمرکز، اونم مبحث بسیار مهمی که خب همه بچه‌ها درگیرشن. من علت این که مبحث رو انتخاب کردم اینه که خب تو فضای انتخاب رشته کنکور جواب اومده و ما صحبت میکنیم. همین رسو خیلی خوش اومدی، و خب بچه‌هایی که مقدار حالا کمتر تلاش کردن یا اینکه نتونستن به اون نتیجه دلخواه برسن، موقعی که میایم بررسی میکنیم و آنالیزشون میکنیم، اینه که خیلی هاشون میبینیم که تمرکز درست توی خوندن، اصلا تعریف تمرکز رو نمیدونن. و این چیزی که راجع به تمرکز داره صحبت میشه توی عوام، توی عموم، خیلی تعریف دقیقی از تمرکز نیست. من میخوام یه جوری دیگه شروع کنم کارو، یه کلیات بهتون میگم، بعد جز جز میریم جلو و راجع به خیلی چیزای مهمی صحبت میکنیم. خب ببینید بچه ها، فرض کنید که ذهن شما مثل یه خونه قدیمی میمونه و توش پر از اتاقهای مختلفه. یه اتاق اتاق غمه، یه اتاق اتاق شادیه، یه اتاق اتاق گذشته است، یه اتاق اتاق آینده است، و و و و این که من کنترل ذهن و مغز خودم رو در اختیار چجوری در اختیار بگیرم برای همه هستم میرسه، برای همه بچه هاست. خوب گوش کنید چون راجع به تمرکز دارم صحبت میکنم. این که من کنترل مغزم رو چجوری در اختیار بگیرم که تو کدوم اتاق ذهنم باشه، نیاز به یه سری ابزار و اهرم داره. ابزار و اهرم اون چیه؟ یکیش تمرکزه. یکیش مسئولیت پذیری و تعهد، و مورد دیگه‌ای که وجود داره نظم. سه تا پارامتر که من بتونم کنترل ذهنم رو در اختیار بگیرم که بتونم تمرکزم و این که تو کدوم اتاق ذهنم باشم شکل بدم و بتونم جلو ببرم. خب حالا باید چی کار کنم؟ یه جمله میخوام بهتون بگم. خیلی قبل از قبل پدر مادرامون، دوستا، آشنا، همه بهمون گفتن که آدمو به چیزایی که دوست دارم میرسن. من میخوام اینجا یه چیز دیگه بهتون بگم. اولا که مغز ما یه مکانیزم داره. مغز انسان در آن واحد روی دوتا موضوع نمیتونه تمرکز کنه، فقط روی موضوع میتونه تمرکز کنه. از چی؟ مغز ما در آن واحد نمیتونه روی دوتا موضوع تمرکز کنه، روی موضوع تمرکز میکنه. و به همین خاطر یه چیزی میخوام بگم تمام باورتون به هم بریزه، به همین خاطره که آدما به چیزایی که دوست دارن نمیرسن، امکان نداره برسن. آدم ها به چیزهایی که دوست دارن نمیرسن. به همین خاطره خیلی از آدما میان موقعی که باشن من دوست داشتم تو گذشته فلان ورزش رو بکنم، فلان ساز موسیقی رو بزنم، امکانات نداشتم، نمیدونم فلان دانشگاه، فلان رشته رو دوست داشتم بخونم، نشد. نه، تو همون زمان ها خیلی این کارا رو میکردن. آدما به چیزایی که دوست دارن نمیرسن چون آدم ها به چیزهایی میرسن
فروش تمرکز میکنن امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم من چجوری میتونم روی علیرضا سلام چجوری میتونم روی موضوع درست تمرکز کنم تا بهش برسم خیلی جامو اصلا دوست داریم میخوایم وقتم بذاریم براش میخوایم انرژی هم بذاریم ولی درست تمرکز نمی کنیم غر میزنیم رو عوامل استرس ها تمرکز میکنیم رو ترسامون تمرکز میکنیم و اینا نمیشه من امروز این سه تا فاکتور رو میخوام ببرم جلو و بیشتر از این داستان تمرکز خب آماده این میخوایم یه بازی بکنیم میخوایم یه بازی ببینیم بازی این که چند اختلاف وجود داره دو دقیقه بهتون فرصت میدم ببینم کی جواب درست رو میده بین تصویر بالا و پایین میخوام به من بگید که چقدر چند تا اختلاف وجود داره دو دقیقه زمان دارید اونی که درست بگرم وصلش میکنیم به ما بگه که کجاست تا من دورش خط بکشم حتما امیرعلی کیارش جواب دادن امیر حسین 5 تا 9 تا شبنم 5 تا مهدی 9 تا امیرعلی دوباره گفته 10 تا علیرضا 6 تا اونی که جوابش نزدیکترم باشه رو میارم رو خط خب زمان تموم شد شبنم و علیرضا جوابتون نزدیکتر به جواب بوده هیچ کدومتون جواب درست رو نگفتید ولی شما دوتا جوابتون درست بوده کدومتون میخواییم بیاییم بالا رو خط صحبت کنین؟ پویا دقیق درست گفته خب پس پویا رو بیاریم رو خط پویا محمدزاده آماده ای صحبت کنی؟ بیای به ما بگی اختلاف ها کدومه؟ پویا وصلت کنی؟ بعد دیگه اولین نفری که درست گفته پویا محمدزاده بوده پویا اگه میتونی واسچی بگو آره اگه نمیتونی بگو نه من بدونم اگه نه برم سراغ یکی دیگه علیرضا افشین واس میشی شما هیچ کدوم تمایل به وصل شدن ندارید آه نداره خب امیر حسین شما نزدیک گفتی اونایی که جواب 7 دادن درسته خب بریم ببینیم هیچ کس هم که بچه‌ای که درست گفتن تمایل نداشتن که وصل شدن که بیان صحبت کنن بریم جوابا رو ببینیم
همونطوری که من دورشون خط کشیدم جوابا رو نگاه کنید. این قسمت تو عکس پایین پروانه داره، من اینجام دور خط بکشم، ولی بالا نداره. دست اضافه است اینجا نداره. علامت روی این که نداره. این برعکس شده. اینو نداره تصویر بالا. اینجا اون گله نیست. کف دوزکه اینجا نداره، دوباره دوتا نشونی رو نداره. و پاهای زنبور. این عکس میشه. این شد 7 اختلاف. بازم بازی دادیم. امیرحسین درخواست دادی، دیر درخواست دادی، حالا دفعه دیگه دوتا بازی دیگه هم داریم. اینجا ببینید بچه، اینو قدرت تمرکز رو میرسونه که باید یاد بگیریم که ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. حالا جلوتر راجبش صحبت میکنیم. راهکارهای افزایش تمرکز و دقت. هدف گذاری پویا ببین، باید درخواست بدی که اینجا میکروفونتو باز کنن. چون درخواست ندادی میکروفونت باز نشده. هدف گذاری کنید. این میشه بچه ها هدف گذاری به روش اسمارت. حالا خیلی با لاتینش نمیخوام برم جلو. میگه آقا هدف گذاری درست رو انجام بدید. چجوری باید هدف گذاری درست انجام بشه؟ خب راجبش صحبت کنیم. میگه که 1، هدفی رو انتخاب کنید که دستیافتنی باشه. یعنی اصلا من پلنم چیه؟ چی کار میخوام بکنم؟ من بچه پایه 9م 6م میخوام تیزوشان بدم، 7م 8م میخوام آزمونهای معلمامو خیلی خوب شرکت کنم بدم، نمره پایینی داشتم میخوام پیشرفتش بدم، من اصلا زمان مطالعه هم پایینه، من روزی 1 ساعت درس میخونم، میخوام اینو افزایشش بدم، بشه 2 ساعت، بشه 3 ساعت، من میخوام یه پارت 1 ساعت مطالعه کنم، نمیتونم، هی مثلا چه میدونم نیم ساعت درس میخونم، میام بیرون از اتاق، دوباره تمرکزم میره. پس همه اینها میشه اهدافی که میخوام بذارم. خوش اومدی مهسا. که من بیام چیکار کنم که این اهداف رو تعیین کنم و براش تصمیم گیری کنم. حالا میاد میگه آقا اهدافت هم شماره 2 میگه اهدافت هم لطف کن واقع بینانه باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه من تا حالا روزی 1 ساعت درس نخوندم یا نمیخوندم، چجوری میتونم بیام یهو بگم من میخوام روزی 5 ساعت درس بخونم؟ اگه من نمرم توی درسی مثلا توی آزمونی مثلا 20 تا تست به من دادن، من تو 20 تا تست مثلا فعلا تواناییم این بودی که مثلا 10 تا درست زدم، چجوری یهو میتونم بیام 20 تا درست بزنم؟ پس باید اهدافمونم واقع بینانه باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، یعنی بتونیم بسنجیمش. من پیشرفت خودم رو ببینم، ساعت مطالعه قابل اندازه‌گیریه، نمره قابل اندازه‌گیریه، من پیشرفتم رو بتونم بسنجم، زمان بندی شده باشه. یعنی چی هدف اسمارت زمان بندی شده باشه؟ یعنی تا کی من باید به این هدفی که میخوام برسم؟ 1 هفته بعده؟ 3 روز بعده؟ 1 ماه بعده؟ شما یه پروژه رو تعریف میکنی، یه مسیر رو تعریف میکنی، باید بدونیم تهش کجا. هی نمیتونم به خودم زمان بدم بگم که من تا سال بعد این موقع دیگه. هر چیزی یه اندازه‌ای داره و کاملا مشخص شده و معین باشه. این خیلی مهمه که شفاف قراره که چیکار بکنم. پس هدف گذاری اسمارت اولین جمله‌ای که وجود داره اینه: من چی میخوام؟ خب برای این که بدونم من چی میخوام باید اینا رو در نظر بگیرم، بیام روی بیارمش روی کاغذ، شروع کنم هدف رو بسنجم. مثلا من دفعه تو جلسه گذشته راجع به ساعت مطالعه صحبت کردم، بازم آخر این جلسه، تا آخر جلسه بمون،
صحبت میکنم که چجوری میتونید اولویت بندی کنید. پس برای اینکه من تمرکزم به دست بیارم باید اول هدف گذاری کنم. اینا لازمه ای کاره. راجع به این بخش سوالی دارید؟ خب ظاهرا سوالی نیست. یک اتفاق خیلی مهم وجود داره و ببینید بچه‌ها، من یه فاکتور اینجا بگیرم ازتون. ببینید من اومدم، من 15 سال تو عرصه کنکور متوسط دو کار کردم. به خواسته خودم اومدم اینجا، گفتم به من پایه بدید از پنجم تا نهم. به این علت که یه سری چیزها رو الان بهتون بگم. ببینید خیلی این چیزایی که شما الان تو این زمان مناسب و فوق‌العاده دارید یاد میگیرید، بچه‌هایی هستن که تازه تو پایه 10 و 11 و 12 دارن یاد میگیرن. اینا بخوان تغییر رویه بدن خیلی سخته. پس خوب به حرفای من گوش کنید. این که من میگم که مربی، اسم مشاور تحصیلی رو نمیخوام بیارم، این که میخوام بگم مربی آموزش و یادگیری یا بر مبنای کوچینگ، اون سیستم کاری منه. یعنی توی یه سری جا من منتورتم، توی یه سری جا از ابزار مشاوره استفاده میکنم، توی یه جا هم از ابزار کوچینگ هم استفاده میکنم. حالا خیلی ها میگن اومدم تو فضای مشاوره گفتن کوچینگ، ولی من مدرکش رو 5 سال قبل گرفتم. خب با سوال پرسیدن میبرم جلو، لایه های ذهنتو باز میکنم. خیلی الان وارد این نمیشم، ولی خوب گوش کنید. اینا لازمه یه کاره که تا بتونی درست درس بخونی. من 100 تا برنامه‌ام بهت بدم تا تو نتونی درست تمرکز بکنی، تا تو نتونی درون خودتو بشناسی، تا نتونی مشکلات خودتو بشناسی، اون 100 تا برنامه‌ام اجرا نمیشه، یا اگه اجراشه نصف و نیمه اجرا میشه و منجر به نتیجه نمیشه. پس خوب گوش کنید. چیزی که دانش آموزا، آفرین، سوال خوبی شبنم، امیرعلی جواب تو هم میدم جلوتر. خوب گوش کن، تا پایان این جلسه همه این سوالات جواب داده میشه. خب اولین چیزی که وجود داره که بچه‌ها خیلی درگیرش میشن اینه که آقا من ذهنم میپره. اون اول صحبتام گفتم ذهن ما مثل خونه‌های قدیمی پر از اتاقه. خب اینکه من باید کنترلش رو در اختیار بگیرم که ذهنم نره تو اتاق‌های مختلف. 3 تا ابزار بهت معرفی کردم، گفتم که نظم، مسئولیت پذیری و صبر، و یه ابزارش هم تمرکزه که امروز میخوام صحبت کنم. خب پس چی میشه؟ میگیم آقا فکر کردم ممنوع. یه مثال بزنم. قانون 5 ثانیه چی میگه به من؟ مغز انسان رو اگه بهش بیشتر از 5 ثانیه برای انجام یک کار فرصت بدی، اون کار دیگه انجام نمیده. ساعت زنگ میکنی 6 صبح میخوای خواب پاشی، 5 ثانیه فرصت داری که از جات بلند شی، چون اگه بعد 5 ثانیه بلند نشی دیگه اون کاری که تو میخواد انجام نمیده. اومدی استراحت کنی، 10 دقیقه زمان گذاشتی که تایم استراحتته و قراره که درس بخونی، 5 ثانیه فرصت داری که از تایم استراحتت بری تو فضای مطالعاتیت قرار بگیری. میخوای درس خوندن تو شروع کنی، تمرکز بذارید که 5 ثانیه فرصت داری که شروع کنی. در غیر اون صورت این زمان کش میاد. خب پس این میشه قانون 5 ثانیه. دومین داستانی که وجود داره مربوط میشه به اون هدف گذاری های ما. میگه میتونی اونقدر کار کنی که فرصت فکر کردن نداشته باشی. من بیام تمام زمانهایی رو که با درس بخونم، درگیر درس خوندنم، با برنامه‌ریزی مناسب بیام وقتم رو پر کنم، اجازه ندم که بخوام به چیز دیگه فکر کنم. این میشون دوتا کار همزمان. آگاهیم الان مغز ما هم در آن واحد رو دوتا موضوع نمیتونه کار کنه، روی موضوع کار میکنه. پس یاد بگیرم وقتی این قانون رو میدونم، موقعی که ذهنم پرت میشه آگاهانه برش میگردونم سر کار اصلی. 1 بار رفت، 2 بار، 3 بار رفت، 4 بار، 10 بار رفت، 11 بار، 100 بار رفت، 101 بار. موقعی که این تو اینو در طولانی مدت تکرار میکنی دیگه کنترل مغز دست توه، دیگه نمیشه به دیوار خیرشم یه ساعت زمانم از دست بدم. خب پس تمام اینا رو باید لحاظ بکنیم. فکر کردن کوتاه به هدف،
برنامه گرفتم، میخوام شروع کنم، یه برنامه بلند مدت دارم، یه تارگت بلند مدت دارم، من تمام اومدیم کار بکنیم، فلسفه‌مون تو کلاس اینا اینه که پیشرفت درسی باشه به اون چه که بهترینشه میخوایم برسیم. گواهش هم قبولی تیزهوشان بچهای پایه 6 و 9 تیزهوشان نمونه و مدارس برتر و نتیجه بی‌نظیر کنکوریاست. پس داره کار به خوبی انجام میشه. فقط باید گوش شنوا داشته باشی. یعنی آن چیزی رو که بهت میگن بشنوی و اجرا کنی، این میشه گوش شنوا، نه اینکه فقط گوش کنم از این در به قول از این ور گوش از این ورم خارج شه، از این در وارد شه از این در خارج شه. خب پس فکر کردن کوتاه به هدف، اصلا من واسه چی اینجا واسادم دارم تختی تحمل میکنم که یه ساعت درس بخونم؟ پس باید به اون هدفم فکر کنم، هدفی که قرار بود دستیافتنی باشه، واقع بینانه باشه. خب دوم، زمانی مشخص بکنیم برای فکر کردن به موضوعات دیگه. آقا یه کاغذ سفید کنار خودم میذارم موقع درس خوندن. قانون نانوشته داریم تو روانشناسی، آقا ذهنت به هر چی که میره بنویس. حالا تو ماتریس آیزنهاور جلوتر به توضیح میدم که این داستانش چیه. خب بنویس هر موضوعی که ذهنت میره بنویس. یه جایش میگن که تخلیه ذهنی، تخلیه روانی میکنی خودتو. دوم، یک زمان آقا من نیم ساعت آخر شبمو به موضوعاتی که ذهنم درگیرشه وقت میذارم که بشونم مشکلاتمو حل کنم با ذهنم. اصولا ما به چه چیزایی فکر میکنیم؟ به چیزایی که دوست داریم فکر میکنیم، به چیزایی که راجبش اظهار نظر کردیم فکر میکنیم. خیلی مباحثی وجود داره که اصلا به ما ارتباطی نداره ولی داریم راجبش فکر میکنیم، چون میایم این باکس این کاتگوری تو ذهنمون باز میکنیم، راجع به یه مسئله من نظر میدم و این میمونه پس ذهن که جلوتر تو ماتریس آیزنهاور بهتون میگم. خب امین علی ببین آدرس اینستاگرام هم هست اینجا، میتونی بهم پیام بدی راجع بهش صحبت کنی. خب پس فکر کردن ممنوع. قانون 5 ثانیه رو اجرا میکنم، 5 ثانیه به مغزم بیشتر فرصت نمیدم. 1001، 1002، 1003، 1004، 1005 اونقدر برنامه رو دقیق و مشخص بنویسم، معین باشه، همون هدف گذاری اسمارتی که اینجا گفتم بهتون، قابل اندازه گیری باشه و زمان بندی شده باشه و معین باشه. خب که چی بشه؟ که بتونم فرصت نکنم کار دیگه رو انجام بدم. فکر کردن کوتاه به هدف، هدف اون چیزی که دغدغه منه، اون چیزی که موقعی که بهش فکر میکنم حالم خوب میشه، و زمان مشخص بذارم کنار برای اون چیزی که لازم دارم بهشون فکر کنم. سوال شبنم راجع به ساعت مطالعه عجله نکن میگم. خب اوکی باشه باشه، این میره جلو. سوالی نیست اینجا؟ خب بریم موضوع بعدی. چجوری عوامل حواس پرتی رو حذف کنم؟ عوامل حواس پرتیمون رو باید بیایم یادداشت کنیم ببینیم چیه. خب خیلی تلاش کردی آلوفه، اصلا خوندن رو دوست نداری، مشکل همین خوندن دوست داشتنه. یادم باشه که راجبش صحبت کنم تو سبک زندگی، دوباره بنویس من راجع به این قضیه صحبت کنم. حذف عوامل حواس پرتی، بزرگترین عامل حواس پرتی که الان بچه‌ها چه شما درگیرشید، چه دانش آموزای متوسطه دو کنکوری، چه من نهاوندیان، بله تمام کارگاهامون سه تایش رایگانه. این وسیله‌ای به اسم موبایل. خب بزرگترین عامل حواس پرتی هممونه. چرا؟ چون جذابیتش زیاده. وقتی که جذابیتش زیاده ما باید چیکار کنیم؟ باید جذابیت خوندن رو زیاد بکنیم. اولین چیزی که وجود داره، من خواهش میکنم که این موبایل رو یا یاد بگیریم ازش چجوری استفاده کنیم یا کم کم حذفش کنیم، یعنی بهش اهمیتی ندیم.
یکی از بزرگترین، چون میزان نیم ساعت دستمون بگیریم خیلی دیتای عظیمی وارد مغزمون میکنه، همونا میشه بعدا حواس پرتی ما. یه نکته جذاب، یه کلیپ جذاب، یه کلیپ غمناک، همه اینا میتونه باعث حواس پرتی ما بشه. و یه قانون خیلی قشنگ و مهم، قانون تارنکبوت، چیزهای کوچیک که روی اعصابت رو حذف کن. چجوریه؟ موقعی که داری درس میخونی، یا حتی اون چیز، حالا یا بر اساس درس خوندنت یا بر اساس اون چیزی که میخوای تقسیم بندی بکنی، بیا قانون تارنکبوت اجرا کن. درست که تموم شد یه کلمه رو بنویس، بیا درختی بهش اضافه کن، میشه عین تارنکبوت. نکته ها رو اینجوری بنویس. وقتی که شما مثلا چه میدونم راجبه، مثلا چه میدونم تو درس علومتون مثلا بگیریم، مثلا نشسته بنویس. خواه ناخواه این تمرکز شما رو زیاد میکنه و عوامل حواس پرتی رو از شما دور میکنه. هی شاخو برگش بده، هی شاخو برگش بده. ستایش، ذهن کوتاه مدت نداری، مرورت کمه، راجبش صحبت میکنم امروز. خب بذارید یه خورده صبور باشید، من ته یه رو 20 دقیقه وقت میذارم فقط به سوالات شما جواب میدم. و مرتب سازی محیط مطالعه، من تو عوامل بالا بهتون گفتم دیگه، اینجا نگفتم، تو اون صفحه گفتم، گفتم نظم صحبت کردیم. نصف خیلی مهمه. ما اگه قراره تو درس خوندنمون منظم باشیم، اگه قراره چک نویسمون منظم باشه، باید اول رفتار منظم گونه یاد بگیریم. باید رفتارمون رو از چیزای کوچیک شروع می‌کنیم. از اینکه صبح بلند شدم رخت خوابمو خودم مرتب کنم. همین چیزای کوچیک کم کم، به همین یه کاری که من رخت خوابمو مرتب کنم، توش دو تا پارامتر رو داره. مسئولیت پذیری، تعهد، نظم. موقعی که در زندگی روزانه تون اینا رو تمرین میکنین، کم کم توی ذهنتون شکل میگیره و اون موقع شما میشید یک آدم منظم. محیط مطالعتون کلن باید درست باشه، تمیز باشه. یه فلشبک میزنم به جلسه قبلی، فضای مطالعه چجوری باید باشه. فضای مطالعه، فضای مطالعه است، یعنی پشت میز تحریر باید بشینید درس بخونید، رو صندلی، یا اگه سختتون خسته میشید از این میزای کوچیک مکتب خونه ای که شیب داره بیرونم دارن تهیه کنید، کیپ به دیوار بشید، میز بکشید سمت خودتون، پاهاتون دراز باشه. در غیر این دو صورت تو بقیه شرایط درس خوندن فوله، خطاست. رو تخت درس خوندن و دراز کشیده درس خوندن خطاست. رو تخت، در تخت جای خوابیدنه. ما موقعی که میخوایم بخوابیم دراز میکشیم، پس اینا فرمت درس خوندن نیست. راه رفتن اشتباس، نشسته اشتباس، اینا همه به خاطر اینه که ما به ششمون فشار وارد میشه، یک دوم اکسیژنی که به مغزمون قراره برسه میرسه، یادگیریمونو کند میکنه، خستگیمونو بیشتر میکنه، درصد خطا و تمرکزمون هم میره پایین، درصد خطامون میره بالا. خب پس مرتب سازی محیط مطالعه خیلی مهمه. حذف عوامل حواس پرتی، موبایل، چیزهای کوچیکی که رو اعصابت رو حذف کن، قانون تارنکبوت. حالا این که درسی نوشتم، اون نکاتی هم که رو اعصابت رو میتونی به این وی سی و حذفشون کنی، این به مرور زمان که تمرین میکنی خودش جواب میده. سوال در این رابطه، یه لحظه صدامو میبندیم. آخر کلاس من سن بازه، آخر کلاس من شماره رو میذارم حتما بچه. خب برنامه ریزی داشته باشید، ارائه تو دو لیست، یعنی چی تو دو لیست؟ ببینید ستایش، تا آخر با من باش، اگه تمایل داری صحبت کنی من باید سوال جواب کنم، بعد جواب این سوالتو بدم. تو
تو لیست با برنامه ریزی تحصیلی شما متفاوته. وقتی شما برنامه ریزی تحصیلی میگیری یعنی فقط درساتو مشخص میکنی که چیکار بکنی، ولی وقتی برنامه ریزی تو دو لیست یاد میگیری یا برات انجام میده یا مربی آموزشو یادگیرید به توصیه میکنه، کوچت آموزشید به توصیه میکنه، یعنی من برقیه کاراتم باید برات بچینم. شما موسیقی میری، کلاس زبان میری، ورزش میری، طبیعتا برای اینا باید وقت بذاری، تمرین بکنی. پس ارائه تو دو لیست مهمه. یعنی من آخر هفته مثلا جمعه بیام بنویسم در هفته قرار چه کارهایی رو انجام بدم. خب چه کارهایی قرار انجام بشه؟ قرار کارامون هم واقع بینانه باشه دیگه، درست باشه، معین باشه. بعد شب قبل بیام برای فردام لیست کنم علاوه بر درسی که میخوام انجام بدم چه کاری رو باید انجام بدم. این میشه تودو لیست. حالا یه سری مهمن، یه سری ضرورین، مهم و ضرورین، غیر مهمن، و همه اینا توش وجود داره که تو ماتریس آیزنهاور بهت میگم. انجام چند تا کار هم با هم ممنوعه. یک، به همون قانونی که گفتیم ذهن انسان روی چند تا موضوع نمیتونه همزمان تمرکز کنه، روی موضوع تمرکز میکنه. موضوع اصلی توی دانش آموز درس خوندنته، پس من چند تا کار رو نمیتونم با هم انجام بدم. کتابم بیارم بازی پرسپولیس استقلال جلو تلویزیون میگم درسم میخونم، نمیشه. برنامه مورد علاقه رو میخوام ببینم درس بخونم، نمیشه. خب چیکار بکنم اینا رو تشخیص بدم؟ میگیم نگران مطالب کوچیک هیچ وقت نباشید. این ماتریس آیزنهاور. خب علاقه به درس ندارم، مخصوصا ریاضی، راجع بهش صحبت کنم. آیزنهاور چی میگه؟ ماتریس جناب آیزنهاور خب چی میگه؟ میگه آقا یه ماتریس اگه درست کنی، خب یک میگه اول انجام بده، میگه یه سری کارا رو انجام بده. تو دو لیست گرفتم، میدونم باید چی کار کنم. کدوم کارا رو باید اول انجام بدم؟ کار مهم و ضروری. کار مهم و ضروریمو اول باید انجام بدم. میگه واسه یه سری کارا برنامه ریزی کن. واسه کدوم کارا باید برنامه ریزی کنم؟ واسه کارهایی که مهمن ولی ضروری نیستن. خب فوری نیست. میگه واسه این کارا برنامه ریزی کن، مهم و غیر ضروری. سه، میگه یه سری کارا رو محول کن به دیگران، دیگران انجام بدن. کدوم کاران؟ کارایی که مهم نیستن، غیر مهمن ولی ضرورین. و چهار،
میگه کارایی رو که اصلا انجامش نده، مهم نیست. کدوم کاران؟ کارای غیر مهم و غیر ضروری. این شد ماتریس ایزنهاور. پس من تو دو لیست تعیین میکنم تو کل هفته با چه کارهایی رو انجام بدم، شب قبل تو دو لیست هم مشخص میکنم کارهای مهم و ضروری، کارهای غیر مهم و ضروری، کارهای مهم و غیر ضروری و کارهای غیر مهم و غیر ضروری. که ماتریس ایزنهاور چی میگه؟ میگه اونایی که مهم و ضروری خب حتما باید انجامش بدی، اول انجامش میدی، پس اینا میمیسی کنار اون تو دو لیستت، اینا مهم و ضروری باید انجام بدم. یه سری کارا مهمه ولی فوری نیست، وقتش فردا پس فردا اینا نیست، براش برنامه‌ریزی میکنی که کی انجام بدی. دومین سومین کار اینه که میگه به دیگران انجام بده. یه کار غیر مهمه ولی ضروریه، فوری باید انجام بشه، تو نمیرسی. بابا مامان خواهرم برادرم دوستم تو میتونی اینو برام انجام بده. و چهارم انجام نده کاری که غیر مهم و غیر ضروریه الان تو کاری که من میخوام انجام بدم، تو اون پلنی که دارم میخوام جلو ببرم. خب پس اگه همه چیز مشخص شده باشه شب من به فیلم دیدنت هم میرسی. خب الان یه ایرادی اینه که خیلی عجولی، من گفتم سوالاتتو جواب میدم. خب سوال خوبی پرسیدی عارفه، من همه کارامو برنامه‌ریزی میکنم اما موقع انجام دادنشون همه به هم میخوره. سه تا پارامتر اول یادته، احتمالاً توی نظمه، حالا جلو اقدام راجبش صحبت میکنم، خود عجله نکنیم بهت میگم، نظمه یه خورده به مسئولیت پذیری مشکل داره، خیلی برنامه دارن ولی اقدام نمیکنن براش و ممکنه اصلا دید کمال طلبی یا به قول معروف که کمال گرایی داشته باشی و اونا خودش یه داستان مجزاست، جلوتر راجبش صحبت میکنم. راجب این برنامه ریزی و ماتریس و آیزنهاور و تو دو لیست و اینا کسی سوال نداره؟ بریم اسلاید بعد. سبک زندگی. خب همه اینا رو گفتیم ولی من برنامه میریزم، برنامه هم جا نمیشه تو 24 ساعت روز. من چیکار باید بکنم؟ من نمیرسم همه رو انجام بدم، چیکار باید بکنم؟ خب اولین داستانی که وجود داره اینه که من بیام لایف کوالیتی خودم، سبک زندگی خودم و لایف کوالیتیمو بیام درست کنم. خب مهم بودنم به توضیح میدم. چشم، پس برگردم یه لحظه. به این مهم بودن میشه مثل درس خوندنت، مثل تکلیفی که یه معلم بهت داده، مثل تستی که باید بزنی، مثل امتحانی که قراره سه روز بعد بدی، مثل آماده کردن یه سری چیزا برای این که باید جواب پس بدی. تکلیفت، وظیفت، مسئولیت، اینا مهمه دیگه، اینا نمیتونی به تأخیر بندازی، پس اینا میشه کارهای مهم. کار مهم غیر ضروری، من رنگ خودکار هم داره تموم میشه، ندارم وقت، هم ندارم برم بگیرم، بابا رتکن برو برام بگیر. از این دسته کارها. نمیدونم خوب تو یعنی متوجه شدی یا نه، اگه شدی بهم بگو. سبک زندگی، لایف کوالیتیمو درست کنم. یعنی چی؟ یعنی ما یه در 24 ساعت شبانه روز یه زمانی باید اختصاص بدیم به خوابیدنمون، یه زمانی هم باید اختصاص بدیم به خواب استراحت، یه زمانی هم باید اختصاص بدیم به این که کارامون رو بریزیم توش انجام بدیم. اصولاً سحرخیزی و صبح بیدار شدن باعث میشه که شما به خیلی از کاراتون میرسین. من همینجا بهتون بگم شب درس خوندن ممنوع، نه اینکه درست نباشه. آخرین مقاله‌ای که اومده میگه
در 24 ساعت شبانه روز هیچ ساعتی نسبت به ساعت دیگه برای درس خوندن و کار انجام دادن رجحان و برتری نداره، ولی یه تبصره داره: یک ساعت خواب شب برابر با چندین ساعت خواب روز. خب مگه مریضیم که بخوایم شب نخوابیم که روز بگیریم بخوابیم؟ خب پس در 24 ساعت شبانه روز خواب ایدئال شما 5 الا 8 ساعته، نه 8 ساعت. منطقی فکر نکنیم بچه. من یه حرفی رو همیشه میزنم، میگم دنیا رو آدمای دیوونه عوض میکنه. استیو جابز یه جایی تو کتابش میگه، داستان زندگیش میگه، یه سری آدما انقدر دیوونن که دنیا رو میخوان عوض کنن. بعد میخنده میگه انقدر دیوونه هستن که این کارو بکنن. اگه بخوایم خیلی منطقی فکر کنیم نمیتونیم رشد کنیم. دنیای آدمای منطقی سقف داره. یقینا پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت علم، این که الان فضا میرن مریخ میرن، آدم ها آدم های منطقی نبودن، آدم های دیوونهی بودن، بزرگتر فکر میکردن. خب پس منطقی فکر نکنیم. آقا همه جا گفتن 8 ساعت، نه، یه جور دیگه میخوام بهت بگم. موقعی که تو به هدفت، به اون چیزی که روش داری تمرکز میکنی، دوست داری بهش برسی، نرسیدی، هیچ وقت منطق تو جواب قلب تو رو نمیده، همیشه تو دلت میمونه. پس اینقدر چونه نزنیم سر درس خوندن، یک ساعت بالا پایین من خوابیدم یا نخوابیدم. تو اگه درست بخوابی 12 تا 6 صبح برفرض، تو 7 صبح کافی. ولی موقعی که شما صبح میخوام، خیلی دانش آموز ما داریم که مثلا ساعت 11 میخوابن 5 صبح بیدار میشن، خیلی دانش آموز داریم 12 میخوابن 6 صبح بیدار میشن. این استراحتی که به مغزت دادی تو اون تایما 5 صبح 6 صبح، چون سطح انرژی بالاه، میزان گیرایی شما بیشتره. پس اگه آدم سحرخیزی باشی میتونی خیلی از اون کاراتو پیش ببری. عاملی که وجود داره، خب ما مغزمون رو کار میکشیم، جسممون هم مهمه، تغذیه خیلی عامل مهمیه. یعنی من توصیه میکنم به خانواده ها یا پدر مادرتون بگین یک، حتما یه آزمایش کامل ازتون بگیرن، چون خیلی مواقع کمبود ویتامین ها، کمبود آهن، پرکاری، کمکاری غده تیروید و و و و میتونه تو درس خوندنمون تاثیرگذار باشه. زود خسته بشیم، کلافه بشیم، یاد نگیریم، با یه دونه قرص ممکنه حل شه. پس یه چکاپ کامل، دو یه پزشک تغذیه بیاد، برید بهتون تغذیه غذایی، رژیم غذایی بده یا برنامه تغذیه بده. اون موقع تمام اینا که درست باشه متوجه میشید که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و رو به جلو حرکت کنید. ولی خب یه سری مواد هست مثل عسل و گردو که دیگه همه میدونن، مواد کافئین دار، حالا بیشتر برای بچه کنکوری مثلا قهوه و اینا خوبه، ویتامین C، B6، B12، B5 و و و و سبزیجات و فیبرها میتونه کمک کنه. باز ولی زیر نظر یه متخصص تغذیه، یه پزشک تغذیه اگه برید، خب طبیعتاً با توجه به اون برنامه شخصی که بدن شما نیاز داره به شما میده و این میتونه خیلی کار بکنه. ما یه سوالت خیلی کلیه، من نمیتونم خوب درس بخونم، خیلی کلیه، حالا آخرش بهش جواب میدیم. اینو کسی سوال نداره؟ سبک زندگی، بریم سلاید بعد. بازی داریم دوباره، بازی 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 تمرکزی. خب 2 دقیقه وقت میدم، هر کی جواب درست بگه میاریمش رو خط، باید بگه، شاید هم یه جایزه ای هم تعیین کردیم، نمیدونم. بریم، 2 دقیقمون شروع شد. ده تا، 11 تا، 10 تا جواب درست وصل میشه. جواب اگر یک نفرم درست نگی، اونی که نزدیک تره اونو وصلش بکنی.
عارف تعداد بده. خب بچه هایی که 10 تا گفتن و عارفه یعقوبی، کدومتون میتونید وزشین؟ بچه هایی که میتونن وزشن درخواست بدن. من جواب صحیح رو بگم 9 تا. اونایی که 10 تا گفتن و عارفه یعقوبی، فکر کنم 9 تا رو گفتی. اگه میخواییم وزشین درخواست بدید. باید کیفیت MD برید، اونجا تماس با استاد هست، میتونید درخواست بدید. بچه هایی که 10 تا گفتن یا اونایی که 9 تا که نداشتیم؟ درخواست دادن؟ خب بلش کنید، بلش کنید، زمان اون میره. خب بریم سراغ ایراد را. این چت رو یه بالا میبرید. خب همینجا باشه. خب 9 تا اختلاف. ماشین بستنی، ماشین قرمز، تابلو، کامیونه، این کامیونه، درخت، ماشین این بالا، دوتاشون و نوشته. آره به تقریبا درست گفتی، ولی همه رو نگفتی، اون تابلوه رو نگفتی. 9 تا اختلاف. بریم اسلاید بعد. تمرکز در مطالعه. خب چجوری میتونم تمرکز کنم؟ اینجوری درس میخونیم دیگه. درس خوندنمون به این صورته، میریم تو اتاق، بابا و مامان با دعوا و جنجال، 10 دقیقه رو درس میخونیم، بعد میایم بیرون دوباره دور میزنیم. بعد یه جایی وجود داره به اسم در یخچال، در یخچال رو باز میکنیم میبندیم و اصلا نمیدونیم باید چی کار کنیم. بعد دوباره همش میشه این دعوا و درگیری و فلان و این حرفا. خب یه قانونی گذاشتیم که شمایی که میگی من نمیتونم درس بخونم، نمیتونم یه جا کامل باشم، خب چیکار باید بکنیم؟ یه قانون وجود داره به اسم 30 دقیقه بخون، 10 دقیقه استراحت کن، که حتی ما میگیم 5 دقیقه، چون ممکنه واسه خیلی اون 10 دقیقه دوباره میزان تمرکزشون رو از بین ببره. یعنی اگه قراره که من 1 ساعت درس بخونم، اگه قراره 1 ساعت درس بخونم، میام 30 دقیقه میخونم، 5 دقیقه استراحت، فقط 5 دقیقه، چون 5 دقیقه تا 10 دقیقه، بیشتر از این اگه بشه، من نظرم با تو هم روان 5 دقیقه است برای همین بچه ها، بیشتر از این اگه بشه دوباره تمرکز تو از بین میره.
دوباره 30 دقیقه درس میخونم. 30 دقیقه 5 دقیقه بعد یک ساعت تموم شد، درستش اینه که 10 دقیقه استراحت کنید. پس 30 دقیقه 5 دقیقه 30 دقیقه 5 دقیقه کم کم شما عادت میکنی که 30 دقیقه رو یه جا بشین. وقتی تا یک زمان طولانی تونستی این کارو بکنی، کم کم بهش ساعت رو اضافه میکنی. یعنی این دفعه 35 دقیقه میخونم، 40 دقیقه، به 50 دقیقه رسید، حالا میتونی 50 دقیقه 10 دقیقه بخونی. 50 دقیقه بخونم، 10 دقیقه استراحت کنم. و کم کم این زیاد میشه. دومین پارامتری که وجود داره، با درس مورد علاقتون شروع کنین حتما. چون با درس سختمون، درسی که ارتباط نمیگیریم باهاش شروع کنیم، خیلی طول میکشه تا من تمرکزم جمع شه توی درس. پس لطفاً با درسی شروع کنید که بهش علاقمندید. جلسه گذشته گفتم به چه درسی علاقمندیم؟ درسی که توش مهارت و تسلطمون بیشتره. قطع شدیم؟ درست شد؟ بچه ها دوباره وصلن یا این که؟ خب بچه ها تا کجا رو مگر از قطع شدیم ببخشید، تا کجا رو متوجه شدیم؟ یعنی من صحبت کردم به میگین قطع شدیم یه لحظه. از کجا قطع شد؟ به من میگین از کجا قطع شد؟ درس مورد علاقه رو گفتم بودم تو کلاس. یعنی خب با درس مورد علاقه، دوباره میگم با درس مورد علاقه شروع میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه میزان تمرکز زمان کمتری میگیره تا ما تمرکزمون رو به دست بیاریم. و تو کدوم درس ما علاقمون بیشتر بود؟ جلسه قبل چی گفتیم؟ گفتیم که درسایی که توش مهارت و تسلط بیشتری داریم، به این درس ها علاقمندیم. درسی که خوندنش برامون سخته، دومین درس. درس آخر من همیشه میگم درسی بذاریم که به استادش، به معلمش خیلی علاقمندی، چون قطعا اون کار رو انجام میدیم. پس با درس مورد علاقه شروع میکنیم، درس سخت.
میشه دومین درس. به درس روی اعصابتون غور مرور بدید. داستان خیلی مهمیه. یه دور من اینا رو مرور کنم چون میخوام پاک کنم استفاده کنم. قانون 30 گفتیم که درست‌ترش بکنیم میشه 30 دقیقه. 5 دقیقه 30 دقیقه درس میخونم، فقط 5 دقیقه استراحت میکنم، دوباره 30 دقیقه درس میخونم، 5 دقیقه استراحت میکنم، بعد 10 دقیقه اگه 1 ساعت درس داشتم 10 دقیقه استراحت میکنم. کم کم اینو میتونم افزایش بدم، به 50 دقیقه که رسید 50 دقیقه درس میخونم، 10 دقیقه استراحت میکنم. بعد با درس مورد علاقه شروع میکنیم. درس مورد علاقه درسیه که قطع شدم دوباره. درس مورد علاقه درسیه که توش مهارت و تسلط دارم و درس سختم دومین درس. به درس روی اعصابتان قول مرور بدین. میخوام یه فضای درس خوندن ایجاد کنیم برای اونایی که عدم تمرکز ندارن، نمیتونن درس بخونن. 30 دقیقه رو که گفتیم، خب چجوری چیکار باید بکنم بعدش؟ برمیگرده به همون خیلی سوالاتت کلیه، چجوری درسامون رو دوست داشته باشیم؟ گفتم تعیین هدف، هدف گذاری اسمارت اول جلسه گفتم. بعد هر چقدر ببین بچه‌هایی که تلاش زیادی میکنن دنبال هیچ راه حل و هیچ قرصی نگردین که بخواین علاقمندتون بکنه. بچه‌هایی که تلاش زیادی میکنن چون پرتلاش کردن و تسلط بیشتری دارن به درسشون علاقمندن. شما قدم اولی که باید ورداری اینه که زیاد تلاش بکنی، زمان بذاری، وقت بذاری، کار بکنی. کم کم که پیشرفت خودتو میبینی این علاقمندی ایجاد میشه. پارامترهای انگیزه درونی رو جلسه قبل گفتم، امروز سعی میکنم تو پیج خودم دوباره لینکشو بذارم، برید ببینید، جلسه خیلی خوبی بود. به درس روی اعصابتون قول دوره کردن آخر شب رو بدید. یعنی چی؟ بچه ما موقعی که میخواییم درس بخونیم، بیایید اول هر درسی رو که میخواییم بخونیم، اون جلسه قبل گفتم دوباره دارم میگم، حد بزنید. یعنی مشخص کنین توی این 30 دقیقه اول یا 50 دقیقه اول قراره چند صفحه بخونی، چند تا سوال حل کنی. برنامه‌ریزی اسمارتو دارم میگم و دارم میارمش، دارم واقعیش میکنم، دارم اجراییشو بهت میگم. میگم توی این 30 دقیقه مشخص، معین، قابل اندازه‌گیری من میخوام این 4 صفحه رو بخونم. خب شروع میکنم بخوندن. گفتیم برنامه زمانی حجمی مهمه، یعنی هم زمان داشته باشه هم حجم داشته باشه. چرا؟ چون موقعی که ما شروع میکنیم سرعت مطالعهمون بالاست، هر چی که میگذره سرعت مطالعه میاد پایین. دوباره که به این زمان نگاه میکنیم سرعت مطالعه رو میبریم بالا، چون باید به اون چیزی که حد زدیم برسیم. مسئولیت پذیری، تعهد. پس زمان برای اون مهمه. میگیم 30 دقیقه 4 صفحه رو باید بخونم. این مبحث اول. پس حد زدم یه جایی درس خوندنمون گیر میکنه. یعنی چی گیر میکنه؟ یعنی شروع میکنم کلمه خوندم، به جای اینکه مفهومی یاد بگیرم، به جای اینکه کلی یاد بگیرم، جز به جز میشم، 100 بار تکرار میکنم. یه سوال دارم ازتون. این یک ظرف آب. این یک ظرف آب، توش پر از آب. اگه شلنگ بگیریم توش چه اتفاقی میفته؟ آب سرریز میشه، پر نمیشه. وقتی تو 100 بار تکرار میکنی هیچ اتفاقی نمیفته. باید ازش بگذری. چجوری میگذرم؟ میگم رفته رو مخم دیگه، یاد نمیگیرم. یه تیک میزنم کنارش، میگم تو یکی رو
آخر شب دارم میخوابم دوباره مرور میکنم. میگذرم. بگذرید. میرم جلوتر دوباره حد میزنم، تعیین میکنم، میخونم. بعد اونایی که تیک زدم و دوباره آخر شب یه مرور میکنم. کار بعدی چیه؟ اون چیزی که من میخونم، گفتی آقا من کوتاه مدتم خوبه، بلند مدتم نمیدونم چجوری، میشه دوره کردن. دوره کردن قانون داره، 24 ساعت بعد حالا مرورمون یا تستیه شد. مرورمون یا تستیه یا تشریحیه. خب 24 ساعت بعد، 3 روز بعد، 1 هفته بعد، 3 هفته بعد، 1 ماه بعد، 6 ماه بعد، این قانونه. 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، حالا آزمون‌ها خودشون این کارو میکنن. پس مرور کردن مهمه که تو حافظتون بره. پس قانون 13 درس علاقه با مباحثی که روی مخمونه چیکار کنیم و استراحت لازم. استراحت لازم یعنی چی؟ یعنی این که اگه من 4 بعد از ظهر شروع مطالعه و پارت اولمو حالا برفرض 1.5 ساعت تا 5.5، استراحت اول 15 دقیقه، دوباره میشه 5:45. شما 30 دقیقه 5 دقیقه هم بگیرید همینجوری میشه تا چند؟ تا 19:15. چون از صبح مدرسه ایم، یا اگه قرار از صبح در تایم مطالعاتی صبح که همه استراحت ها 1 ربع، حالا یه تایم مطالعاتی هم براتون مینویسم داشته باشید بد نیست، چون از صبح کار کردیم یا مدرسه بودیم، استاندارد تایم مطالعاتی ما اینه که باید تا شب افزایشی باشه تا انرژیمونو تامین کنه. تایم دومش میشه 30 دقیقه استراحت. میریم 19:15 تا 21. تا 21:15. اینجا 45 دقیقه که وقت شام و استراحت و اینا اون باشه. پس استراحت مناسب باید داشته باشید و افزایشی باشه. این 1 ربع بود. استراحت میتونه 10 دقیقه باشه. بعد 10 دقیقه مثلا 25 دقیقه باشه. بعد مثلا باشه 40 دقیقه. اینا دیگه تحت اختیار خودتونه. سوالی نیست تو این اسلاید؟ بریم اسلاید بعدی، زمانم نداریم. تمرکز در مطالعه، تصویرسازی درست یعنی چی؟ یعنی اینکه از قبل برای خودت مشخص کن که قراره چی کار بکنی. یه تصویر درست از آن چیزی که باید مطالعه بکنی داشته باش. تصویرسازی درست میکنم، قراره چه اتفاقی برای من، تو دو لیست گرفتم، برنامه مشخصه، الان تو این نیم ساعت، تو این 1 ساعت با چه کارهایی رو انجام بدم و میشینم درس میخونم. تصویرسازی درست از درس خوندنم دارم. قانون چک نویس یعنی اینکه آن چه که میخونی، خصوصا یه مشکلی که خیلی از بچه‌ها دارن رو درس‌های محاسباتی ذهنی انجام میدن و این اشتباه. هر آن چه را که شما میخونی باید یادداشت کنی. یه سری بچه‌ها میگن آقا ما نوشتن، بله، شمایی که احساس می‌کنی وسواس مطالعاتی داری، باید برگردی دوباره از اول بخونی، حس می‌کنی که تمرکز نداری، حتما بنویس. هر چقدر که می‌نویسی، یعنی خوندی درسو بنویس، مقایسه کن، اگه تا 70%شو بلد بودی مشکلی نیست. کم کم این اعتماد به نفس تو خوندن میره بالا و کمتر نوشتن رو می‌تونی حس کنی. مطالعه فعال داشته باشید.
خلاصه نویسی که البته درستش یادداشت برداریه، ما هیچ چیز خلاصه ای نداریم، هایلایت و نشانگر، یعنی بیام با مارکر رنگ بزنم، نشانگر بیام شکلهای مختلف بزنم، اهمیتش رو تعیین کنم. موقعی که این کارو میکنم طبیعتاً میشم یک دانش آموزی که فعال میشم توی درس خوندن. ولی یه پارامتری میخوام بهت بگم که هیچ جا ننوشته. موقعی تو میتونی درس خوندن فعال داشته باشی که خودت سوال طرح کنی، این مهمه و قشنگه. موقعی که یاد بگیری سوال طرح کنی از آنچه که خوندی، میشه درس خوندن فعال. اصلا یکی از پارامترهایی که میتونه شما به درس خوندن علاقمند کنه این که خودتونو بذاری جای استاد، حالا سوال طرح کن و خودت جواب بده. سوال، اون کلیپ آماده میکنیم بچه ها، سوال، چون موضوعات درسی رو داریم تموم کردیم، بریم یه کلیپ با هم ببینیم. اولش هم بیان خیلی سریع شده. صدا نداره؟ اینجا پخش نمید، از اون برم نمیده. آره از اون بر پخش کنید بچه ها ببین. داره کلیپ صدا داره، اونجا هم پخش کردید صدا داشت. داشت الان میبینم. آه میفرست علمت شروع ادامه بده. خب اون کلیپ رو میتونیم تو پنلشون قرار بدیم. خب کلیپ رو تو پنلتون قرار میدیم بچه ها، این مشکل فنی پیش اومد پیش میاد دیگه، مشکلی نیست. بریم سر موضوع دیگه، 20 دقیقه فرصت داریم. شما وقت اضافه هم میدن یا نمیدن؟ نمیدن. 20 دقیقه فرصت داریم. من این دو تا موضوع رو میذارم دو هفته دیگه میگم دوباره، موضوعات خیلی خوبیه. اول سوال میخوام سوالاتتون رو جواب بدم بچه ها، سوالاتتون رو بپرسین. شماره منو خواستین، این شماره من 0912-107-1294. پیج اینستاگرامم هم آرش نهاوندیان هم آی داره هم وای داره.
البته این پیج تا دو هفته دیگه است. پیج جدیدی زده میشه که به شما اطلاع داده میشه به اسم راه درس، که بهتون اطلاع رسانی میشه. این شماره 912-107-1294. فقط بچه هایی که حالا کارگاه کلاسینو اومدین بنویسید که از کارگاه کلاسینوه که من بتونم چک کنم. من واسه فیلم و سریال این چندین ساعت وقت میذارم با دقت تمام، اما موقع درس نیم ساعتم نمیتونم بخونم. صدایی که از بیرون میاد سریع میخوام ببینم چه خبره، یا خوابم میگیره یا گشنم میشه. خب ببین، هیچ کدوم از فضایی که امروز ما صحبت کردیم راجع بهش عارفه نداری. پایه چندمی؟ عارفه به هم میگی پایه چندمی؟ عارفه یعقوبی پایه چندم به من میگی؟ شبنم، شبنم هستی سوالاتو تو بپرسی؟ به این چیزی که وجود داره، اول اینکه اون سریال ها و فیلم ها برای جذابیت داره. خب باید اهمیت و جذابیت درس خوندن رو ببری بالا. چجوری میتونم ببرم بالا؟ یک تقویت انگیزه درونی و بیرونیه. بیرونی اینه که آقا کلیپی نگاه کنی، صحبت‌های مشاوری گوش کنی، یه مشاور برای خود بگیری که هدایتت کنه، قطعاً این میتونه کمکت کنه. خب دومین داستانی که وجود داره، تعیین هدف نداری ظاهراً. باید تعیین هدف بکنی و اون هدف گذاری اسمارتی که بهت گفتم آروم آروم. طبیعتاً احتمالاً انتظارت بیشتر از کاری که میخوای انجام بدیه و توقعاتت از خودت بیشتره. آروم آروم کارا رو کوچیک کوچیکشون کن، ریزشون کن. بیا اگه امروز مثلا پلن چیدی دو تا کار انجام بدی، دو تا یک ساعت انجامشون بده، دو تا نیم ساعت اقدام بکن براش. هی صبر نکن تا اون موقعیت فرا برسه، کم کم بهتر میشی. این هفته این کارو بکن، یه هفته دو هفته، حالا میتونی به من پیامم بدی، من ببینم که شرایطت چجوریه. ولی بنویس تو لیستتو، بنویس از کارهای کوچیکی که به قول معروف که خود اهمیت داره شروع کن. همون ماتریس آیزنهاور رو دقت کن بهش. مشکلی که دارم اینه که نمیتونم ادامه بدم. خیلی هایی مشکل دارن علی رضا، فکر نکن مشکل توه. خیلی از آدما کلن سیستم مغزیشون اینه که کارهایی که شروع میکنن نیمه تمامه. موسیقی میرن ول میکنن، یه ورزش میرن ول میکنن. یه رو وقت دارم دیگه، درسته؟ تا دو پنج دقیقه. آها. خب میرن ول میکنن. این یه سری پارامترها میطلبه. کارهایی که این امروز من بهت گفتم و انجام بدی، کم کم پیش میبری. باید عادت بکنی. بچه شما تاباوریتون پایینه، یعنی تا بهتون یه ایموشن، یه فشار بهتون وارد میشه جا میزنید، یا درس میخونید نتیجه خوبی نمیگیرید. دو تا اسلاید آخرم راجع به اون بود، زمان نداشتم صحبت کنم، دو هفته دیگه راجع بهش صحبت میکنم که چون خیلیاتون نتیجه گرایین، این نتیجه گرایی باعث میشه که ول کنید کاراتونو. یه مقدار حرف گوش بدین. این دو تا جلسه رو من دوباره لینکشو میذارم، برید ببینید، برنامه ریزی پلن بریزید. مشاور خواستید، منم با طرح جامعه و وی آی پی دارین در خدمتتون هستم حتما. و بذارید پیش بره آروم آروم. هر به قول معروف که خود عجولی تو این سن طبیعی هم هست، غیر طبیعی نیست. آروم استپ بای استپ بریم جلو و نتیجه تغییر میکنه. بی‌حوصلگی اتفاقات دیگه ای داره، به خاطر اینکه شاید خیلی کارا کردی منجر به نتیجه نشده، از نتیجه گرایی میاد. یه آزمایش هم بدی بد نیست که بدونی از نظر جسمی اوضاع چه جوریه. خیلی سوال من ساعت مطالعه رو قول دادم که بگم، بذارید بگم. من خیلی به درس نگاه میکنم، میخوام چیزی دیپس نمیده مغزم چی کار کنم. بنویس. شقایق پای چندمی میگی؟ دیر نیست. ساعت مطالعه 24 ساعت در شبانه روز داریم، 168 ساعت در هفته. میام تقسیم بندی میکنم که چقدر باید درس بخونم. در پایه‌های مختلف متفاوته. اگه خواب شما رو میانگین بگیریم 7 ساعت در شبانه روز، شما 7 روز هفته حساب کنید 49 ساعت از 168 ساعت رو باید بخونید.
پس 168 ساعت اگه 49 ساعت رو ازش کم کنی میشه 119 ساعت. 119 ساعت باقی مونده در هفته داری، یه سری کارهای مهم و ضروری داری مثل درس خوندن. در هفته اگه حساب بکنیم که میانگیرم مثلا طبیعتاً باید بین 6 تا 7 ساعت درس خونده شه، دارم در نظر میگیرم که تمام روزها رو مدرسه دارید و با کلاساتون هم حساب کنیم. خب نه ریحانه، نهم اگه هستی اصلاً دیر نیست، شقایق 12 هم اصلاً دیر نیست. جور دیگه جوابتون رو بدم، اگه دیر باشه نمیخونی؟ شما وظیفته که تلاش بکنی. بچه من اینو میگم، یه جمله آخرش میگم که تموم کنم. پس 7 ساعت هم باید، 6 الی 7 ساعت هم باید درس بخونی. اگه ضرب کنین کم کنین بمونه، باقیش میشه ساعت مدرسه و این داستانا. تایمایی هم که میخواین شروع کنین بذارید من میذارم تو پنلتون تایما رو ببینین بچه‌ها. ولی یه جمله میخوام بگم، نتیجه دست ما نیست، نتیجه دست خداست. ما فقط میتونیم تلاش کنیم تا لحظه آخر. من خیلی شاگرد داشتم شقایق که شاید اگه آزمونی میدادن، آزمون آزمایشی، ترازوشون در حد اون رشته هایی که میخواستن نبود، ولی چون تا آخر تلاش کردن رتبه های بی نظیری آوردن. تا لحظه آخر وظیفته که تلاش کنی، کمک بگیری، از ابزارهات استفاده بکنی و جا نزنی. این مهمترین فاکتوره و مطمئن باش خداوند تو مسیر حواسش به همه شما هست، ما هم حواسمون هست و آدمی میبره که تا لحظه آخر تلاش میکنه. دو هفته دیگه که اومدم بهم یادآوری کنید که من داستان دونده، اگه اشتباه نکنم، اتیوپی، جناب آقای اسمشم یادم رفت، اون دونده ها رو براتون تعریف کنم که اسمش یادم رفت. خب بچه های 11 هم همین 6-7 ساعت بعد مطالعه کنن. داستان دونده ها رو دو هفته بعد بهتون بگم. خیلی عالی بودین، خیلی خوب بودین، فوق‌العاده بودین. دو هفته دیگه موضوع مهم داریم، اون دوتا موضوعی که نگفتم خیلی مهمه، میبریم جلو. سوالی هم که دارید میتونید وارد پنلتون بشین، شماره هم گذاشتم، میتونید بپرسید. ممنون که با من بودید امروز، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. ایام بکام.